او ملي هويات نخا ده. مرحبا خداوند بخشنده و متعال و درود و وقت بخیر خدمت شما بیننده های خوب شبکه تلویزیونی افغان بزنس. شما را به برنامه اقتصاد ما تا نیم ساعت دیگر خوش آمدید میگیم. در ادامه روند کمک های دوستانه به افغانستان، تفاهم نامه 108 پروژه انکشافی میان هند و افغانستان در حضور عبدالله رئیس اجرایی حکومت امضا شد. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان در برنامه‌ای که به هدف امضای این تفاهم نامه برگزار شده بود گفت که قرار است این پروژه ها در مناطق نیازمند و محروم افغانستان عملی گردد. وزیر اقتصاد همچنان تاکید کرد که این کمک این در بخش های آبیاری، تولید برق، ساختن سردخانه، مکتب، جاده و روی برخی پروژه های دیگر هزینه خواهد شد. منپریت هورا سفیر هند پیش از امضای تفاهم نامه این پروژه ها گفت که کشورش 100 میلیون دلار برای پروژه های کوچک توسعه‌ای در بخش های گوناگون به افغانستان کمک می کند. پیش از این کمک های گندم این کشور یکی از بخش های همکاری های استراتژیک دهلی به کابل بود. از طریق بندر چابهار به افغانستان رسید. این معمولا شامل 15000 تن گندم بود که چند پیش به کابل رسید و در ذخیره گاه سیلو در غرب کابل جابجا شد. در کنار این کشور هند چندین پروژه بزرگ دیگر مانند ساختمان پارلمان جدید افغانستان و بند سلما در غرب افغانستان را نیز ساخته که سال گذشته به بهره برداری سپرده شد. این کمک‌های به افغانستان سبب شده که مردم به این کشور به دیده بهترین دوست افغانستان نگاه کنند و در عوض همه‌روزه پاکستان را حمایت از گروه‌های تروریستی تبدیل به منفورترین کشور در نزد مردم افغانستان بسازند. پیرامون این موضوع و تاثیرات کمک‌های اقتصادی هندوستان برای تغییر در وضعیت اقتصادی، انکشاف، توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری در افغانستان بیشتر بحث می‌کنیم با مهمان بسیار خوبمان جناب محترم آقای عبدالنصیر رشتیا رئیس انجمن فصل نوین و دیدگاه و نظریاتشون را تا نیم ساعت دیگر با خود می‌داشته باشیم. خیلی خوش آمدید آقای رشتیا. تشکر. سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شما و همکاران تکنیکی. علیکم سلام. آخر شب این در ابتدا اینگونه بیان بکنین که اقدامات اقتصادی و کمک های اقتصادی که بنای هندوستان روی دست میگیره، هدف واقعیشون از این کمک ها چی بوده میتونه؟ آیا بنای میخوان که رقیب دیرینه خود پاکستان را در افغانستان زمین گیر بکنن و این که واقعا خواهان اصلاحات، تغییر و انکشاف و صدارت تغییرات در وضعیت افغانستان هستند؟ تشکر. ببینین که امی کمک های کشور دوست هندوستان اگر از دو بود ایرا به ارزیابی و بررسی بگیریم، اول از بود سیاسی و دوم از بود اقتصادی. البته منظور از امی کمک هایی که در امی آخر دیروز که در روز 100 میلیون دلار به افغانستان میخواییم در بخش مختلف کمک بکنن که در جمله شامل سکتور زراعت است، انکشاف دیهات است، معارف است و بعض کارهای زیربنایی دیگه. این میتونه از دو بود ایره مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدهیم. از بود سیاسیش دقیقاً چیزی که شما فرمودین، هندوستان با کمکایی که میخواد به افغانستان بکنه، میخواد که رقیب سرسخت خود که پاکستان است اونا را به انزوا بکشانه و اونو میخواد که نفوذ از اونا را در افغانستان کمتر و محدود بسازه و در پلیش میخواد خودشان نفوذ بیشتر را در افغانستان داشته باشه که جدن یک زنگ خطر به کشور پاکستان است. قسمی که شما آگاهی دارین که چند قبل در سال روز استقلال هندوستان، سال قبل صدر اعظم هندوستان گفتن که ما میخواییم به اقلیت های محرومی مثل چون بلوچ ها کمک های مادی و معنوی خود داشته باشیم. بنان با باور ما کمک های هندوستان به افغانستان یکی از اهداف عمده و کلانش همیست که چطور بتونه نفوذ پاکستان کمتر بسازه و از نفوذ بیشتر از او در افغانستان جلوگیری بکنه. ولیکن از نگاه سیاسی این کمک ها از مفادش که در ضررش به افغان ها بیشتر است، چون پاکستان هم دست کم نگیریم، پاکستان بیشتر در مناطق روستانشین و روستایی و در مناطق دوردست نفوذ خود داره و هر زمان که شما دیده باشین که یک مقدار روابط دیپلماتیک یا روابط اقتصادی ما با هندوستان بیشتر شده میره، از طرف دیگه عملات پاکستانی ها توسط طالبان شدت میگیره و ایران تلاش دارن که به یک نوع بتانن که ضررات اقتصادی کلان را به افغانستان وارد بکنه که یکی از همون نمونه کلانش بسته شدن حریم فضایی کشور بود به میلیون ها دلار خسارت. آقای رشتیا، آیا ما به اون زمان و اون فرصت نرسیم که در کل از بازار پاکستان که متکی بودیم یک زمان دور شده باشیم، یا اینکه اصلا دیگر نیازی به مارکت و بازار پاکستان نداشته باشیم و بدیل دیگرمان
بتونیم این و کشورهای دیگر انتخاب بکنیم، یا اینکه نخیر هنوزم نیاز است که مسئولین و مقامات حکومتی ما به پاکستان نیازمند باشند و هنوزم ما نیاز داریم تا اینکه روابط بازرگانی و تجارتی با این کشور داشته باشیم؟ خب ببینین، افغانستان همیشه نیاز به یگان چیزی داره که از بیرون از کشور وارد بکنه و بیشتر تلاش به این هستن که از کدام راهی که ارزانتر تمام میشه تا مستهلکین بیشتر منتظر نشن ای را دارن. یک زمانی بود که ما واقعا وابسته به کشور پاکستان بودیم و هیچ بدیل هم وجود نداشت که ما نیازمندی های مردم و نیازمندی های مارکت افغانستان از جای دیگه وارد بکنیم. زمانی که نام ارز میبستن شما میدیدین که وضعیت در افغانستان از چی قرار میشد. لیکن آن خوشبختانه ما راه خیلی بدیل هم داریم. مثلا ما بندر چوبهار داریم، مثلا رای لاجورد داریم، بندر ترغندی را داریم، آقینه را داریم، ایرتان را داریم و تمام بنادر چی دلیزهای زمینی است و چی دلیزهای هوایی است امروز برای افغانا گشوده است و ما میتونیم که از اون طریق واردات و صادرات خود داشته باشیم. لیکن بس اساسی اینجاست که پاکستان یک گزینه خوب هست به افغانستان، چون به جنس را که یا کالایی را که ما از پاکستان وارد میکنیم و یا پس دوباره به پاکستان صادر میکنیم اینا از اینش کمتر تمام میشه نسبت به جای دیگه. ولیکن هیچگاه پاکستان خواستار از این نیست که افغان ها بتوانند به گروشت اقتصادی و با یک کشور باثبات باشند. شما همیشه شاهد از این بودین که پاکستان در هر مرحله از زمان به ما مشکل ایجاد کردن و باعث متضرر شدن طرف افغان ها شدن. آخر شما شناخته که از مسئولین حکومتی وحدت ملی دارین، چه از وزارت خارجه گرفته تا وزارت اقتصاد و وزارت های متفاوت و خود ارگ، چقدر توانستن که واقعا از زیرکی، چابکی و هوشیاری در این سکار بگیرن و بتونن که پله های ترازو را مساویانه نگه دارن و واقعا هم پاکستان را در اختیار خود داشته باشن، هم هندوستان را، هم منفعت های پاکستان را بتونن به دست بیارن، هم از هندوستان را؟ خب ما پیشتر در بخش بود سیاسیش این موضوع را گفتیم که از کمک های هندوستان کده و ما بیشتر از اون متضرر میشیم چون از طرف پاکستان و اینجا امو ظرفیت یا توانایی را نهادهای حکومتی ما یا حکومت وحدت ملی نداره که این بیلانس یا توازن بین از اینا حفظ بکنه. ولیکن از بود اقتصادی دخیان که تاثیرات خود داره و خصوصا امی 100 میلیون دلار را که در یه آخر وعده کردن که ما در قسمت تشبثات خرد و کوچک میخوایم این پول مصرف بکنیم و میخوایم که ما ایره در قسمت انکشاف روستاهایی را به مصرف برسانیم، در قسمت معارف و در قسمت زراعتی را مصرف برسانیم، دقیقاً و بدون شکی میتونه بازی خوب و در کوتاه مدت میتونه که جایگاه کار ایجاد بکنه، اما به شرطی که ما بتونیم پروژه ها را در وقت معین و در جای معین ایره درست مصرف بکنیم. همین شکلی که شما بالای مسئولین دارین که در جای معین و زمان مشخص بتونه به نیازهای مردم افغانستان مصرف برسم، همین شکل را اگر بخواین بردارین آقای رشتی، آیا باورمند هستین که حکومت وحدت ملی این توان و این ظرفیت را داره که بتونه از این 100 میلیون دلار برای مردم واقعا به مصرف برسونه یا خیر؟ خب مشکل اساسی اینجاست که اینمی ظرفیت و توانایی وجود نداره. شما ببینین در این مدت 18 سال به میلیاردها دلار در افغانستان آمد و سرازیر شد نه، ولیکن هیچ گاهی بالای دسترخوان مردم تغییرات وارد نشد. پس سرنوشت این پول چه خواهد شد؟ مثل که دیگه کمک ها شده بود، مثل که دیگه پولایی که داخل افغانستان آمد به می شکل اینا معیف و میل میشه. شما امروز اگر بخواید که یک پروژه بسیار عادی را برین در یکی از روسایی را تطبیق بکنین و در یکی از دور دستری نقاط افغانستانی را تطبیق بکنین، از والی گرفته تا قمندان امنیش تا ریاست انکشاف دیهاتش تا حتی وکیل منطقه و یا قریه‌دارش از شما باجگیری میکنن و تا زمان شما باج نتین هیچ گونه نمیتونین شما یک پروژه رو تطبیق بکنین. اینجا نیاز بود که ببخشید، اینجا نیاز بود که تا حکومت افغانستان به خاطر محو فساد در افغانستان جدی مبارزه میکردن و میتونستن که اینمی پولای کمک شده در افغانستان به شکل درستش اگه اینا سرمایه گذاری میکردن و یا مصرف میکردن، امروز افغانستان در این وضعیت قرار نمیده. یعنی هیچ مبارزه جدی و شایانی از سوی حکومت برای مبارزه با فساد روی دست گرفته نشد؟ خب گپای بسیار خوب هست، تمام روز شما میبینید که مبارزه علیه فساد و مبارزه علیه فساد مالی و اداری هست، گپای بسیار خوب شد، ولیکن این در عمل ما نتونستن ثابت بسازن، چون اگر واقعا این مبارزه می بود امروز ما در این وضعیت نمی بودیم. آخه شما مشکل اصلی را در کدام طرف ها میبینین؟ آیا کسانی که واقعا در رأس حکومت هستن؟ اگر بخوایم از فرد اول حکومت بخوایم صحبت بکنیم، آقای غنی که همیشه داد از مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات و شفافیت در مصرف کمک‌های جهانی حرف زدن، یا یعنی کسانی دیگری در زیر دستان آقای غنی در برابر کابینه ایشان هستند که برای با کارهای موسیقی خود میخوان روند حکومت آقای غنی را زیر سوال ببرن؟ در کل میتونه بگیم همه یک جا یک دست در تبانی در تخلف و فساد گسترده سهم دارن؟ خب بدون شک که در مدیریت و توانی و در درایت آقای غنی هیچ شک وجود نداره.
لیکن متاسفانه که یک گلقه خاص و یک گلقه خبیثه که در گرد و یا در اطراف رئیس جمهور هستن، اونا مانع پیشرفت های کار میشه و اونا باعث ازی شدن که تا بتانن همو محبوبیت آقای غنی را در نزد مردم کاهش بدن. مثلا شما سر بزنین در بنادر افغانستان ببینین که وضعیت از چه قرار است. مثل که ما سفر به ولایت هرات داشتیم و رفتیم از نزدیک در بندر آقینه، از بندری که اونجا تنها موضوع تیل تست میشد و تیلی که از بیرون از افغانستان میامد اونجا تست و کنترل میشد. شما وضعیت در اونجا ببینین، شما ما مصاحبه و یا سخن و گپایی را که با کسایی که در مسیر کار میکنن، یعنی موتورهای تانکر و تیلر و گپا دارن، با اونا ما صحبت کردیم. اونا از فساد که در گمرکات موجود است یعنی سر میتکنن، بیداد میکشن که ما چگونه میتونیم که غیر قانونی ای پولا را که از ما میگیرن ای را تحمل بکنیم. و هر موتر که داخل افغانستان میشه، بالای هر موتر یا هر تانکر تیل $400 اونا غیر مشروع پول میگیرند. شما این را حساب بکنید که ما 6 بندر داریم و روزانه در حدود بیشتر از 100 تانکر داخل خاک افغانستان میشه. از هر تانکر اینا اگر $400 بگیرند، فکر بکنید که روزانه از هر بندر تا $50,000 اینا غیر مشروع پول میگیرند. این پولا چی میشه؟ یعنی در کل میتونه بگم که کارهای عمده و اساسی برای تغییر وضعیت نتونسته وجود بیاره. دقیقاً کارهای بنیادی صورت نگرفت که تا بتونن فساد ریشه‌کن شوه و بتونن تجارت و یا سیاست مقرون من شود. آخه روسیه اگر همین معیار کمک ها و همین اندازه کمک ها برای کشورهای دیگر همجوار افغانستان صورت می گرفت، $100 میلیون، $200 میلیون، $1 میلیون که هر سال و هر ماه برای این حکومت صورت می گیرد، اگر به کشورهای دیگر صورت می گرفت، وضعیت اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و وضعیت فقر را در اون کشورها شما امروز چگونه می دیدین؟ خب ببینین، عین مشابه اروپا رو ببینین که بعد از جنگ دوم جهانی که به یک خاکستر ما بدل گشتن و به این شکل کمتر از اینا جامعه جهانی به اونا کمک کردن، امروز اروپا شد نه، ولیکن بیشتر یا دو چند هزو پولا رو به افغانستان جامعه جهانی کمک کرد، ولیکن نصرات شما امروز شما ببینید در افغانستان هیچ است. تمام ساخت ساسا، تمام پیشرفتایی که امروز شما در افغانستان میبینید، البته از بخش سکتور خصوصی است و الان پروژه ایران که در افغانستان از طرف حکومت و از طرف دونرای خارجی ها تمویل شده، شما کیفیت زیر ببینید که نه استاندارد است و نه با کیفیت است. فقط یک مثال داریم و شما میگیم که قلخ سر قلخ دومونن و تیر شده. اما یک بستر اینجا وجود داره و اساسی نشده. کسانی که کمک میکنن و پول به افغانستان میفرستن، چرا روند نظارت را هم در کل روی دست نمیگیرن؟ اگر نظارت را در کل روی دست دارن که چگونگی مصرف این نظارت را بتونن به وجود بیارن، چرا نظارتشون نتیجه ای را نمیتونه بده؟ تا واقعا بنابر گفته شما از مواد خام با کیفیت استفاده صورت بگیره، از کالاهای با کیفیت استفاده صورت بگیره و بتونه سود را به وجود بیاره، چون اینجا روند نظارت دقیق وجود نداره. وقتی که شما یک حکومت پاسخگو نداشته باشین، وقتی که شما یک حکومت نداشته باشین که از کارهای روزانه نظارت بکنه، اونا خب هیچگاهی دلشان به ما نمیسوزه. مثلا در یکی از مجله آمریکایی نوشته بود، با یک مصاحبه داشتن با یکی از ژورنال آمریکایی، گفته بودن شما به افغانستان رفتین که امی فقر و بیچارگی رو شما اونجا از بین ببرین. گفتن نخیر، ما دنبال اهداف خود هستیم. اونا کسایی که کمک کردن دنبال اهداف خود بودن. اینجا نیاز بود که حکومت افغانستان نظارت میکرد، اینجا نیاز بود که مردم افغانستان از این پروژه به نظارت میکنن، لیکن هم مقصر مردم افغانستان است و هم مقصر حکومت افغانستان هستند. یعنی در جایی که نیاز بود که باید سرمایه گذاری میشد و این کمک ها در اونجا تطبیق میشد، متاسفانه اونجا نشد. کارهای زیربنایی صورت نگرفت، کارهایی بودن که روبنایی بود، برای یک مدت کار داد ولی برای یک مدت دیگه پس دوباره به حالت اولی خود برگشت. مثال خوب شما میتونید نمی جاده ها و این سرکایی که در افغانستان ساخت ساخت شد، شما از اینا رو میتونید یک مثال خوب بیارید. دوباره به شما برمیگردیم. آخرش که وقفی کوتاهی رو بیننده باشین، سریع برمیگردیم. ژوند د برلټوب لپاره چټکتیا اړینه ده، نو له همدې لپاره مونږ د اتصالات په شک 4G اعتماد لرو. د اتصالات غوره انټرنیټي شبکې سره ونښلي او دوه برابر انټرنیټ لاسته راوړي. د 4G کڅوړه فعال کړئ او 4G انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. د ګډون لپاره 4G ولیکئ او 3 اتاویاتای واسطه ستوري اتاتیا یو اتیا لمت نمبر ډهل کړئ او د خپل خوخي کڅوړه وټاکئ. د اتصالاتو سره راتلونکي استاسو دی. چې
چیزی از همه بیشتر حیات ما را تهدید می کند؟ چرا 80% از مردم ما به بیماری های گوناگون مبتلا می شوند؟ بیماری های روانی، بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی؟ پاسخ کوتاه این است: آلودگی هوا. بیایید دست به دست هم داده و این دشمن خطرناک بشریت را از محیط و ماحول خود محو نماییم. هزار دقیقه کاملا رایگان. راست است. حالا با فال نموده این بستر ماهانه 1000 دقیقه اتصالات به اتصالات در بدل 200 پونی 1000 دقیقه دیگر کاملا رایگان به دست بیارید. برای فال نمودن این 200 را به 378 بیان کنید. دقایق رایگان اضافی قابل استفاده ساعت 11 شب الی 5 صبح. همیان فالش کنید. با اتصالات آینده از شماست. دوباره شما را با خود داریم در برنامه اقتصاد ما و آقای عبدالنصیر رشدی رئیس انجمن فصل نوین با ما هستن و پیرامون موضوع برنامه صحبت‌هایشان را سهیم می‌سازیم. آقای رشدی، قرار است این کمک هند در بخش آبیاری، تولید برق، ساختن سردخانه، مکتب، جاده و روی برخی پروژه‌های دیگر هزینه شود. آیا واقعا این چنین خواهد شد؟ ما امیدوار هستم که چنین شود و حکومت جدا از این پروژه‌ها نظارت بکنه و در جایی که نیاز و ضرورت است اونجا این برنامه باید تطبیق شود. ببینین، امروز یکی از چالش‌ها و مشکلات کلانی که ما به مواجه هستیم کوچ کردن و یا آمدن کسایی که در روستاها زندگی میکنن، رجوع کردن به شهرها هستن که از یک طرف معضلات اجتماعی و سیاسی را اینا به بار آوردن و از طرف دیگه اینا کسایی بودن که در دمو روستاها یا در دمو دیهات و قصابات اینا خودشان معلدین بودن، یعنی چیزایی را اینا تولید میکردن، مشغول زراعت بودن، کار بار داشتن، مالداری داشتن، اینا خودشان یک تولید کننده ای بودن که هم نیازمندی های خود هم میتونستن و از منطقه خود رفع بکنن و یا تا یک مقدار میتونستن نیازمندی های داخل شهرها را اینا چی بکنن، مرفوع بسازن. لیکن بنابر عدم سرمایه گذاری ها و بنابر عدم توجه حکومت در روستاها و همچنان ادامه و یا تداوم جنگ ها در روستاها باعث شد که اونا بکوچن بین به طرف شهرها و اینا خودشان از یک تولید کننده به مصرف کننده تبدیل شد. اگر حکومت افغانستان برای سکتور زراعت واقعا سرمایه گذاری میکرد، اگر زراعت هم میتونستن که از حالت سنتیش به حالت صنعتی برمیگشتاندن و امو به کمک هایی که نیاز بود، مثلا تخم های اصلاح شده، مثلا در بخش باغداری و مالداری کمک های خود میکردن، امروز تا یک اندازه ما میتونستیم که خیلی مشکلات خود از داخل خود کشور حل بکنیم و اینمی باعث از اینه میشد که مردم از روسا ها میکوشیدن و میامدن به شهرها. حالا هم ببینین شما یک مقایسه اگه داشته باشین از روستاها و شهرها، ببینین که یک تفاوت خیلی کلان بین روستانشینان و کسایی که در شهر هستن وجود داره. حکومت افغانستان اینمی پولایی را که به خاطر انکشاف دهات و به خاطر انکشاف روستاها حکومت هندوستان کمک کرده، اینا را برن بالای او پروژه های مصرف برسانن که بازدهی زود و یا نتیجه زودتر داشته باشه و بتانه برای کوتاه مدت جایگاه کار ایجاد بکنه. امروز شما میفهمید که یکی از چالش های بسیار کلانی که فرارای حکومت و مردم افغانستان است، اون بحث بیکاری است که کزینمی به وضعیت اساس مخالفین حکومت سربازگیری میکنن و دوباره اینمی نوره جوان ما را دوباره به ضد حکومت و مردم افغانستان استفاده میکنن. اگر حکومت بتواند در قسمت اقتصاد روستا توجه بیشتر داشته باشه و در قسمت اشتغال زایی بر جوانان در روستا تلاش و کوشش بکنه و اینمی پولا رو اونجا سرمایه گذاری بکنن، از یک طرف ما میتونیم به خاطر آوردن سال در کشور کمک شویم و از طرف دیگه میتونیم که ما جایگاه کار به هزاران جوانی که در روستاها بیکار هستن ایجاد بکنیم. یک بحث دیگری که باعث نگرانی است، آقای رشتی، پول فرستاده میشه و کمک صورت میگیره و به نوعی همه امکانات هم برای وزارتخانه ها و ادارات دولتی مهیا میگردند.
اما گلایه‌ای که تو آقای عبدالله از این مسئله داره که ادارات دولتی سریع کار نمی‌کنن و این پروژه ها را به تأخیر می‌اندازن، علت اصلی در اینجا چی است؟ چرا کار صورت نمی‌گیره؟ چرا پروژه ها به تأخیر می‌افته؟ و ما حتی در درون همین پایتخت جاده ها و کوچه ها و پس کوچه هایی را داریم که از طرف شاروالی کندنکاری صورت گرفت، اما یک مقدار کار پیشرفت کرد، اما دوباره برای 3 ماه و 4 ماه متوقف است. همچنین وضعیت همین اکنون ما به چشم خود دیدیم که وجود دارد. چرا این گونه یک وضعیت است؟ خب ببینیم که چرا دلگرمی ها به سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداره. یک بس چرا ما شاید از ایستیم که هر روز سرمایه ها چی سرمایه های معنوی و چی سرمایه های فیزیکی از افغانستان داره فرار میکنه. یکی از علت های اساسی چیست که در افغانستان متاسفانه خصوصا کسایی که در بخش های حکومتی کار میکنن و یا در ادارات حکومتی کار میکنن، متاسفانه که اینا مسئولیت پذیر نیستن. یک بس و بس دوم ایست که فساد اداری و فساد مالی که در حکومت در ادارات حکومتی هست، اینجا هست که اینمی چیزا باعث ازی میشه که تا اینم تو کمکاری ها صورت بگیره، که تا نفر دوم یا شماره دوم حکومت هم شاکی ازی هست که اگر این پروژه به کندی پیش بره شاید ریزلت خوب نداشته باشه و شاید ما دیگه نتونیم کم تو کمک ها جلب بکنیم. بنابراین اینجا نیاز است که هر وزارت هر اداره که مسئولیت دارن باید هرچی جدیتر روی ازی تطبیق ازی برنامه ها کار بکنن تا باشه که ما بیشتر جلب سرمایه گذاری ها و بیشتر جلب کمک ها از کشورهای هندوستان و کشورهای دیگه داشته باشیم. خلاب آقای رشتیان، بیاین از این صحبت بگنیم که ما نزدیک شده میریم به انتخابات آینده ریاست جمهوری که در حال از ابهام بنای قرار داره که حالا برگزار میشه و یا نمیشه در پرتاب صلح قرار گرفتن. در 5 سال روند حکومتداری همچنان از صحبت های شما برمیاد که کارهای بنیادی که باید صورت میگرفت متاسفانه صورت نگرفتن تا اینکه بدون دستاورد خوب را داشته باشه. حالا برای اینکه حکومت بتونه دوباره به طور مثال اسهام مردم را فریب بده و اینکه دوباره بتونه که رأی اعتماد و بانک رأی مردم را بتونه به دست بیاره و دوباره بتونه که به ارگ ریاست جمهوری پس از انتخابات ریاست جمهوری تکیه بزنه، کارهای نمایشی رو روی دست بگیرن و کمک ها رو بتونن عادلانه به مصرف برسونن، توزیع بکنن و ساخت و ساز و تجارت سرمایه گذاری رو تا زمان انتخابات بتونن به وجود بیارن، این مورد قناعت و پذیرش شما و انجمن شما و سازمان شما و کسانی که با شما همکار هستن میتونه بگرده یا خیر؟ خب از حکومت وحدت ملی خو دیگر توقعی نمیره، چون عمرشون به پایان رسیده، قرار است 2 ماه دیگه برن به طرف انتخابات. اما ما میبینیم در همین 2 ماه به شدت کمپاین های غیر قانونی و غیر اصولی پیش از انتخابات داره روی دست گرفتن. خب این بحث جداست. امروز مردم افغانستان به مو شوری سیاسی بلند خود رسیدن، امروز خوب از بد میتونن تحلیل بکنن. امروز افغانستان و افغانستان 14 سال پیش و 15 سال پیش نیست و هیچ کس نه باسانی نمیتونن اونا رو فریب بتن. امروز مردم تصمیم های خودشون میگیرن، امروز میفهمن که کیا به افغانستان کار کردن و کیا به افغانستان خیانت کردن. بنابراین کارهای نمایشی و کارهای سمبولیک نمیتونه که ذهنیت های مردم تغییر بده. امروز مردم افغانستان فقط 2 چیز از حکومت میخواه: کار میخواه، نان میخواه و سرپناه میخواه، که متاسفانه که در این مدت 18 سال که از طرف زمامدارای حکومت افغانستان به مردم عادت داده شده بود او جامعه عمل نپوشید. امروز هم مردم افغانستان بیشتر از یک حکومت توقع ندارن، فقط میخواین که جوانانشان برشان کار پیدا شوه، یک سرپناهی داشته باشن و حداقل یک شب خانه میرن یک لقمنان داشته باشن. دیگه ما از حکومت هیچ توقع را نداریم و بخش خصوصی خصوصا بخش خصوصی هم از حکومت کام توقع خاص نداره، فقط اونها امنیت میخواین که بتونن کاربر خود پیش برن، دیگر اختطاف نشن، دیگر اولادشان به قتل نرسه و مال داریشان به سرقت نره، فقط زمین میخواین جایی که اونا برن فابریکه تاسیس بکنن و زمینی کار به مردم ایجاد بکنن و دیگه برق میخواین که یک برق منظم داشته باشن، دیگه نیاز به جنراتور نباشن که با جنراتور تبدیل بکنن. همین خواستای مشروع شده متاسفانه به پایگاه نرسیده. چیزایی هستن بسیار چیزای ابتدایی هستن که از حکومت توقع دارن. اگر حکومت آیندهی که در افغانستان قرار است که بیایه، اگر بتونن به اینمی چند منزل که من اشاره کردم توجه بیشتر بکنن، اینا میتونن که موفق باشن. یعنی شما به این حکومت دیگر اعتماد و باور ندارین؟ اگر پس از انتخابات هم دوباره بیان قدرت رو دست بگیرن، شما باورمند نیستین که میتونه تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی مردم به وجود بیاد؟ خب اگر قسمی که در این مدت 4 سال که تا هنوز ما نتونستیم اون فرهنگ سرپرستی از کشور دور بکنیم که به میشکل ایدما پیدا بکنه و به میشکل به اساس سهم بندی اعضا و نهادها پوسته کلیدی یا پوسته که در اونجا میبویست آدم های
کارکن و کارفهم یا کاردان جای به جای بیشد و شایسته کار می داشت جای به جای می شد که متاسفانه نشد به اساس همو تقسیماتی که بین دو جنایی که بود صورت می گرفت اگه به این شکل پیش بره بله یقینا که دیگر امید نخواد بود. ولیکن اگر واقعا یک حکومتی که می خواهد جهادگو باشه، یک حکومتی که می خواهد افغانستان کس یک حالت مصرفی ببره به یک حالت تولیدی و یک کشوری که همیشه دست خیرات به کشورهای بیرونی است و به کمک های بیرونی داره امرار حیات میکنه و یا نفس میکشه، اگر از این وضعیت بیرون نکنم مطمئن هستم که وضعیت از این بدتر خواهد شد. لیکن من امیدوار هستم که حکومت بعدی همین مشکلات و چالش هایی که در این دوره وحدت ملی بود از این درس عبرت گرفته باشن و برای آینده مردم افغانستان و به خاطر رشد اقتصادی افغانستان و به خاطر پیدا کردن کار و یک لقمه نان به مردم افغانستان این موضوعات جدی تلاش بکنن و بحث صلح و بحث امنیت و این مسئله در اولویت کارشون قرار داشته. آخرش به عنوان آخرین پرسش، اگر بیاد بریم انتخابات 2014 را که برگزار شد، در زمانی که انتخابات و یا پیشتر از کارزارهای انتخاباتی همین تجار همین سرمایه‌گذار بود که بیشتر در نزدیک حکومت بودن و پول دادن نماید کردن، کارزارها را روی دست گرفتن، انجمنها و نمایشها و کنفرانس‌ها را برای تبلیغ برای کمپاین کردن برای اینا. و امروز هم شما بیان میکنین که وضعیت اسفناکی در قبال تجارت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار در افغانستان وجود داره. چه پیامی به تجار سرمایه‌گذار دارین در این برهه اساس که ما نزدیک به انتخابات میشیم؟ چگونه موضوعگیری رو روی دست بگیرن؟ خب این خوب معمول است در تمام دنیا که کسایی که در بخش تجارت و سرمایه هستن در سیاست هم دخیل هستن و از کاندیدای مشخص خود دارن حمایت میکنن بدون شک. فقط پیام به تماما سرمایه گذارا و تماما تجارای افغانستان و آران کسایی که بگ نوی دارن در فعالیت اقتصادی دخیل هستن، این بار باید از متوجه برنامه ها باشن، برنامه های اقتصادی باشن که کدام کاندیدا میتونه که برنامه خوب را به خاطر رشد اقتصاد در افغانستان داشته باشه و به خاطر جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان داشته باشه و کدام تسهیلات و سهولت ها را میتونه در آینده برای اینا فراهم بسازن تا اینا بتونن بیشتر سرمایه گذاری بکنن و مشکلاتی که فعلا در افغانستان موجود هست ایره به نقطه پایان بش بکسن. خیلی ممنون. بسیار تشکر آقای عبدالنصیر رشتی، رئیس انجمن فصل نوین. ممنون که حضور پیدا کردین. سپاسگزارم. امروز در برنامه اقتصاد ما هم سیاست هم اقتصاد را به هم ربط دادیم و پیرامون این موضوع با آقای رشتی صحبت کردیم. ممنون از شما که بیننده بودین. پس از این برنامه دوباره برمیگردم و با برنامه مثلث فقر تا نیم ساعت دیگر خدمت شما حضور خواهیم داشت. آیا می دانید ارکوتی نوشابه ها و انرژی های گازدار با حجم 300 سیسی در بازار 36 گرم شکر خالص دارد و مصرف شکر باعث بروز مشکلاتی چون افزایش قند خون، چاقی، پوسیدگی دندان و از کار افتادن دستگاه معده می شود. اسید فسفوریک نوشابه های موجود در بازار برای دستگاه گوارش، گرده ها، پوست و بسیار از اعضای دیگر اثر مخرب داشته و باعث پوکی استخوان می شود. به دنبال کار مناسب می گردید؟ آیا آشپز، مهماندار، خدمتکار یا گارد هستید؟ یا کسب و کار در رشته های مختلف چون فلزکاری، نجاری، کاشیکاری، بنایی، مستری یا مهارت فروشندگی دارید؟ استاد آموزش های سوادآموزی، رسامی، خطاطی و یا زبان خارجی هستید؟ درجه تحصیل شما در کدام رشته است؟ اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، ژورنالیسم، کامپیوتر ساینس، انجینری ساختمانی؟ خلاصه هر رشته را خوانده اید و یا تجربه و مهارت انجام کار در هر بخش خاصی دارید با ما تماس بگیرید. هدف ما فراهم شدن فرصت کاری برای شماست. پس اگر از دادن سیوی و گشتن دنبال کار و استخدام به نتیجه نرسیدید و حالا می خواهید از مسیر یک سیستم صاحب کار و وظیفه شوید، با ما واصل شوید. تیم ما اسناد شما را وارد دیتابیس نموده و تلاش می‌دارد تا کار مناسب را برایتان جستجو و در استخدامتان همکاری نماید. ما به همه ادارات اعلان دهنده هم از دولتی، خصوصی و خارجی تقاضای شما را ارسال می‌کنیم تا به استخدام برسید. گرانو هوادوالو، آیا پوهیگی کلاله څنګه رامنځته کیږي؟ کنا پاکی او بوت خو کله هر ځل رفع حاجت روز تخ په لاسونو په صابون ونینځو که خواړه په ناپاکو لاسونو وخورو
او یا هم د خوړو چمتو کولو د مخه خپل لاسونه وینځو. که خوړه په آزاده هوا کې په داسې حال کې کیږدو چې سر یې لوڅوي او په هغو د مچانو د کیناستلو څخه مخنیوی ونه کړو. زه د ټولنې روغتیایي کارکوونکی یم. د دې وژونکې ناروغۍ د مخنیوي په موخه ما خپل کلي کې دا کارونه ترسره کړل. خلک مې وپوهول چې اوبه د څښلو څخه مخکې باید یوې دقیقې لپاره وایشوي او یا هم پکې څو څاڅکي کلورین واچوي تر څو پاکې او صحي شي. د خوړو د خوړلو څخه د مخه باید خپل لاسونه په صابون ومینځي. د حاجت رفع کولو لپاره باید د آزادې فضا پر ځای کناراب نه کار واخلي. خواړه باید سم پاخه کړي او له مچانو څخه یې خوندي وساتي. د کولرا ناروغانو ته هر څومره چې کولی شي مایعات او اوبه ورکړئ او هر څومره ژر چې کیږي هغوی روغتیایي مرکز ته ولېږدوئ. دا د په خیر. اوس د کلي خلک له دې ناروغۍ څخه خلاص شول.